خیر اون کسیه که کمک کنه تا اون شخص اون ماهیگیری رو یاد بگیره و بتونه در آینده بدون این که به کسی محتاج باشه کارش رو پیش ببره. بحث سر اینه که اطلاع رسانی و آموزش ندارند. بسیار تیزهوشن ولی امید توشون خیلی کمه. سلام و درود به شما بیننده های پایگاه تلرسانی میاردل. امروز در خدمت بانوی توانمند در حوزه اقتصادی و کارآفرینی در بلوچستان هستیم. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید. خانم ملکی سلام و درود، یک معرفی کوتاه از خودتون برای بیننده های ما داشته باشید. سلام، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. من شیما احسان ملکی هستم، محقق، پژوهشگر و اگر بشه اسمش رو گذاشت ایده پرداز در زمینه‌های مختلف و مخصوصا سیستم OR و سیستم مالیاتی. دوست دارم سری برم سر اصل مطلب، شهر چابهار، شهری که توی این همه جایی که من کار کردم، حدودا 17-18 سالی که کار کردم، من رو خیلی جذب کرد و باعث شد که قبل از این، با اینکه من همه کارهام توی تهران انجام میشد، باعث شد که من حدودا توی دو سال و نیمی که توی چابهار هستم بیام خودم مستقر بشم و از امکانات، از شرایطش استفاده کنم و سعی کنم کارآفرینی انجام بدم. ما توی مجموعه تهرانمون یه قانونی گذاشتیم، گفتیم ما یه چیزی داریم به اسم زکات، زکات علم، و هر کسی یه قسمت، یک خطه‌ای رو انتخاب کرد و مراجعه به اونجا کرد که بتونه به مردم اونجا این زکات آموزشی خودش رو داشته باشه، مخصوصا توی دوره کرونا که اقتصاد خیلی ضعیف شده بود و مردم اگر یه سری چیزا رو رعایت میکردن میتونستن یه سری معافیت‌ها و شرایط خاص بگیرن. من هم شهر چابهار رو انتخاب کردم. خاک شهر چابهار گیرا بود و من رو نگه داشت. در این شرایطی که برای ما پیش اومد، به استقبال خود دوستان قرار شد که اینجا دفتری زده بشه و شروع کنیم به آموزش دادن سیستم مالی و حسابداری و به کسایی که دوست دارن فعالیت‌های اقتصادی یا کارآفرینانه داشته باشن. اونهایی که حالا بحث کارآفرینی دارن، خب تو سیستم کارآفرینی میان، ما بهشون مشاوره میدیم، کارخونه‌شون رو میخوان ثبت کنن. بعضی وقتا سرمایه‌گذار میاد نمیدونه باید چه کاری انجام بده، چون توی چابهار ما سرمایه‌گذار کم نداریم، بهشون کمک کنیم بتونن حداقل یه چرخه‌ای رو ایجاد کنن که توی یه کارخونه حداقل 10 نفر 20 نفر سر کار برن که از قبال اون خانواده‌هاشون هم بتونن کسب درآمد داشته باشن. استقبالات چطور بوده و است؟ استقبال هست. خب. نه اینکه نباشه. من یه اطلاع رسانی کوتاه که میکنم، حداقل شاید بهتر بگم بیش از توی 3 روز، توی 4 روز بیشتر از 100 نفر 200 نفر استقبال میبینم. با اینکه چابهار فکر کنم ظرفیتش خیلی بیشتر از این هاست، قبلا این حالت نبود ولی الان خیلی استقبال بیشتر شده. ما بزرگترین مشکلی که توی اینجا داریم اینه که خیلی از دوستانی که مراجعه میکنن به ما، نمیگم تخصص آکادمیک، تحصیلات ندارند متاسفانه و یا فقط به دنبال پولشن، به این فکر نمی کنن که میتونه آینده خوبی براشون داشته باشه. شغل حسابداری، شغل مالی طوریه که شما یه 6 ماه خاک میخوری، بعد از 6 ماه میتونی وارد بازار کاری بشی و خودت مستقلن کار کنی. این شرایط براش وجود داره و خدا رو شکر با فعالیت هایی که الان مجموعه داره انجام میده، ما حدودا 10 نفر سرپرست خانوار داریم که به صورت پاره وقت داره با ما کار میکنه و 5 نفر نیروی کامل داریم که آنلاین دارن همه کارا رو انجام میدن. من استقبال رو میدونم که خیلی بیشتر از این میشه، مخصوصا از امسال که شرایط و سیستم مالیات تغییر میکنه و تا حدودی میشه گفت هر سوپرمارکت، هر جای کوچیکی که کار مالی داشته باشه باید یک حسابدار داشته باشه. از برنامه هایی که دارین برای مردم چابهار و بلوچستان برامون بگید، چه برنامه های دیگه ای دارین؟ اولین گام اطلاع رسانیه.
توی سیستم مالی هم که بزرگترین آسیب رو الان مردم مخصوصا شهرستان چابهار و سیستان و بلوچستان دارن میبینن به خاطر عدم آگاهی، چون من کارفرما خارج از شهر چابهار هم دارم که داره میاد اینجا من کارشو براش انجام میدم، بحث سر اینه که اطلاع رسانی و آموزش ندارند. ما دوست داریم بتونیم آموزش های مختلف بهشون بدیم، یه دیتیل اولیه، یه آموزش اولیه رو این عزیزان ببینند و بدونن. آموزش نه برای کار ببخشید نه برای کار، برای اینکه بدونه اگر اسمسی از طرف اداره دارایی اومد باید چی کار کنه، کجا مراجعه کنه، چه اتفاقی قراره براش بیفته. همایش های مختلفی قراره برگزار بشه که انشالله فکر کنم از یکی دو هفته آینده شروع میشه برای صنف های مختلف و آموزش های خاص خودشون داده میشه که بتونیم انشالله امسال یه گام درستی تو سیستم مالیات برداریم تا آسیب دیدگی کمتری تو اینجا داشته باشیم. خب من اینکه تو این مدتی که تو چابهار بودین ظرفیت مردم اینجا تو کار چطوری میبینی و مساعد هستند؟ اگر بخوام اعتراف کنم بسیار تیزهوشن، ولی امید توشون خیلی کمه. بسیار بسیار تیزهوشن، یعنی دوستانی که به من مراجعه میکنن، حتی همکارایی که الان با من دارن کار میکنن، بعضیشون اصلا حتی تحصیلات دبیرستانی هستند، ولی انقدر تیزهوش دارند توی چابهار و انقدر ظرفیت و پتانسیل علمیشون میتونه بالا باشه که اگر امکانات در اختیارشون قرار بگیره بهترین ها براشون اتفاق میفته. من این رو واقعا میبینم، پتانسیل و ظرفیت ذهنی و تیزهوشی که مردم چابهار دارن با توجه به امکانات کمشون خیلی بالاست، خیلی قابل رقابت با خیلی از جاهای دیگه هستش. فقط نیاز به آموزشه، نیاز به آموزش، نیاز به یه مقدار صبوری کردن و ارائه یه سری شرایط خاصه که بتونن خودشون رو شکوفا کنن. ها ملکی، میشه شما رو یه جورای خیر معرفی کنیم؟ تا اینکه خیر به چه معنی براتون باشه. خیر کسی نیست، من دید خودم به اینه که خیر کسی نیست که پول رو بیاره به شخصی برداخت کنه. خیر اون کسیه که کمک کنه تا اون شخص اون ماهیگیری رو یاد بگیره و بتونه در آینده بدون این که به کسی محتاج باشه کارش رو پیش ببره. اگر به این دید بخواید نگاه کنید، بله من جزو خیرین حساب میشم. خیرخواه مردم هست. بله 100%. خب سخن پایانی تون چه توصیه برای مردم اینجا دارید؟ با توجه به دید خودتون که گفتین آموزش حرف اولو میزنه اینجا. توی سخن پایانی میخوام فقط عزیزان حداقل مسئولین یه مقدار کوچیک بیشتر با ما کمک ما کنند. اگر ما دستی رو داریم اینجا دراز میکنیم، دست ما رو بگیرن و به ما کمک کنن که ما بتونیم واقعا کمک کنیم، چون از دید بچه های مالی همیشه پول قضیه اول نیست. و از طرف دیگه مردم بهمون اعتماد کنن، اگر داریم چیزی رو میگیم به نفع خودشون داریم میگیم، هیچ کسی قرار نیست به ضرر کسی دیگه ای کار کنه. ما اومدیم که به مردم کمک کنیم تا کمتر آسیب ببینن. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتین و دعوت ما رو پذیرفتین. مرسی، واقعا خوشحال شدم. ممنون از وقتی که شما گذاشتین. انشالله که مصاحبه خوبی باشه و به درد کار عزیزان و دوستان بخوره. انشالله. خیلی ممنونم از شما همراهان همیشه پایگاه تلرسانی میارجر. تا انتهای برنامه همراه ما بودید. حقیا رو نگه دارتان.